سلام به دوستای خوبم توی گروه مارکت نیوبی. یکی از مهمترین مسائلی که باید بهش دقت بکنیم این که بورس کدوم کشور میتونه برای ما سودزاتر باشه. مکررا خدمت بچه‌ها گفتیم که بورس تمرکز ما روی بورس آمریکا هست. میپرسن چرا؟ ما اصلا چرا روی بورس کانادا کار نمی‌کنید؟ چرا بورس استرالیا کار نمی‌کنید؟ پس ما نمی‌تونیم با شما کار بکنیم. اولا این مطلب بگم، شما در هر کشوری که باشید دوستان میتونید در بورس کانادا در بورس آمریکا فعالیت کنید. اگر شما در استرالیا باشید، در آلمان باشید، در کانادا باشید، در کشورهای جهان اول اگر باشید میتونید صاحب سهام شرکت‌های آمریکایی باشید. اگر در حتی ایران، افغانستان، تاجیکستان هم باشید میتونید از بورس آمریکا، از سودزایی بورس آمریکا سودبری کنید. نمیتونید صاحب اون سهام شرکت ها بشید. میتونید CFD همون قرارداد سهام اون شرکت ها رو بخرید و سودبری کنید که اون بحث متفاوت هست. توی ویدیوهای دیگه راجع به این قضیه مکررن باتون و مفصلا صحبت خواهیم کرد. اما اینکه ما چرا بورس آمریکا رو انتخاب کنیم، علتش خیلی ساده است. برای که ببینید، شما یک بیاین با هم یک تست انجام بدیم خیلی سریع. برید توی گوگل شاخص که همون میانگین وزنی عملکرد شرکت‌های معتبر در اون کشور هستن رو بیاین شاخص بورس کانادا، بورس آلمان، بورس استرالیا و آمریکا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. ابتدا از کانادا شروع کنیم. شاخص بورس کانادا اسمش هست TSX. یعنی اگر شما برید توی گوگل بنویسید TSX stock، بعد گوگل نمودارش براتون میاره، برای 5 سال آخر رو شما بررسی کنید. یه خط از ابتدا تا انتهای شاخص ترسیم کنید. میتونید کرونا رو در نظر بگیرید، میتونید کرونا رو نسبت کرونا رو حذف کنید. چون کرونا به همه بورس‌ها ضربه زده. حالا حتی اگرم در نظرم بگیرید، با در نظر گرفتن کرونا از ابتدا تا انتها اگر یه خط رسم کنید، شاخص بورس که شرکت‌ها رو کشورها رو خواهید داشت. TSX کانادا آن کانادا باشه رو ترسیم بکنید. بعد بیاید برای آلمان رو ترسیم می‌کنه. اسمش هست DAX. آلمان DAX. 5 سال گذشته شو همین کار برای آلمان انجام بده. یعنی از ابتدا تا انتها برای 5 سال گذشته روی نمودار یه خط ترسیم می‌کنید. شیب این خط رو محاسبه بکنید و که شیب خط میزان افزایش بورس رو از 5 میزان افزایش قیمت رو یا سودزایی رو از 5 سال گذشته به شما نشون میده. برای استرالیا اسمش هست ASX. ASX رو هم بیایید نمودارش ترسیم میکنید. همه این رو مقایسه بکنید، این ستا رو مقایسه بکنید با S&P 500. S&P 500 شاخص 500 شرکت معتبر بزرگ آمریکایی هستش. وقتی این کار انجام بدید خودتون متوجه میشید که بورس آمریکا چقدر سود بیشتری رو به شما برگردونده به نسبت اون ستا کشور دیگه. نوسانش کمتر بوده، رشدش خیلی بیشتر بوده. و اینکه خب یه مطلب دیگه هم هست دوستان، اینه که شما در مورد که شرکت‌های معروف و معتبر آمریکایی اطلاعات معمولاً خیلی بیشتره. آمازون، گوگل، فیسبوک به راحتی میتونید راجبش تحقیق بکنید، برای که تو خبرها هستن، همه جا میتونید راجبش اطلاعات کسب کنید. اینا هم همیشه باید در نظر بگیرید. اما در یه صورت بهتره که تو مثلا تو بورس کشورهایی که تو خودش زندگی می‌کنید کار بکنید. مثلا اگر شما تو کانادا هستید یا تو استرالیا هستید، یه شرکت به خصوصی رو می‌دونید که عملکردش از عملکرد شاخص اون کشور خیلی بهتره. مثلا توی کانادا شاپیفای واقعا از شاخص بورس کانادا خیلی خیلی بهتر عمل کرده. رشد قیمتش خیلی بالا بوده. نه تنها از شاخص بورس کانادا بهتر عمل کرده، بلکه از شاخص بورس آمریکا هم بهتر عمل کرده. در اون صورت چون شما توی اون کشور زندگی میکنید، میتونید اطلاعات بهتری بهتر کسب کنید. یا اینکه الان اصلا توی کشور دیگه زندگی میکنید ولی روی یک شرکت خاص توی کشور دیگه اطلاعات خاصی دارید، میتونید تحلیل بنیادی انجام بدید. اون موقع بهتره که مثلا در بورس اون کشورها شرکت بکنید. ضمن اینکه هیچ محدودیتی برای شما وجود نداره، شما میتونید در بورس آمریکا شرکت بکنید به طور موازی با یک حساب، فقط با یک حساب سرمایه گذاری در بورس کانادا هم شرکت بکنید. میتونید بورس کشورها شرکت های مثلا کانادایی رو هم خرید و فروش بکنید. مثلا میتونید در استرالیا زندگی بکنید، بورس ASX رو، بورس استرالیا رو خرید و فروش بکنید، در بورس آمریکا هم شرکت بکنید و کشور شرکت های آمریکایی رو معامله بکنید بورسش رو. بنابراین این محدودیت وجود نداره و این به این دلیل هستش که ما در بورس آمریکا سرمایه گذاری میکنیم، بیشتر فعالیت میکنیم چون سودزایی بیشتر و قابلیت اعتماد بیشتر داره. خب ممنون که به این ویدیو توجه کردید. سابسکرایب به کانال ما رو فراموش نکنید. دکمه لایک رو هم کلیک کنید اگر از این ویدیو خوشتون اومده. روز خوبی داشته باشید. در ویدیو بعدی شما رو خواهیم دید.